اسکندر تمامی کتاب های این سرزمین رو بار شتر می کنه. تمامی دارایی این سرزمین بار شتر می شه. فقط فکر می کنن که طلایی که اینا از تخت جمشید بار می کنن از خزانه کشور شاهنشاهی ایران حدود 180 تن طلا بوده که بار اسب و قاطر میکنن و هر اسبی هر قاطری 90 کیلو طلا بارش میکنه که ببره به یونان. و ببینید این لنگین ها پس از 2300 سال کجا قرار گرفتن؟ بعد بهترین اون گوشه اروپا. این یک بار سرمایه این سرزمین حراج شد و کتابهاش. بار دیگه اعراب، فهد، کاروان، تیسون، سرش مدینه همینطوری بار کردن و بردن. چه شدن؟ به کجا رسیدن؟ بدبخترین، بیخردترین، نادانترین، به واژه خودشون جاهلترین مردم دنیا همین اعرابی که سرزمین من رو غارت کردن و تمدن من رو ویران کردن هستن. هموطنان گرامی که باید بگیم که آقا به آخون چه کار داریم؟ آخون که نمایندگی میکنه لباس ننگین محمد تازی رو، آخوندی که میره زیر تابلوی خلیج عربی ننگین می نشینه، آخوندی که شعار اینترناسیونال یا انترناسیونال اسلام رو میده، آخوندی که سرزمین من رو به غارت جهانی گذاشته، آخوندی که هر گوشه این سرزمین رو به یک پوستی خانه من با پوزش از بانوان گرامی تبدیل کرده، من به این کاری نداشته باشم. برای اینکه آقای اثر سازمی گفته این آخوند قربانی اسلامه، اگر خواستید کسانی رو دارید برید اون حرم ننگین رضای تازی رو ببینید. یه گوشه از این حرم ننگین رو کردن روسپی خانه. وسیله یه روزه نمیدونم 80,000 تومان، 50,000 تومان، 40,000، سیغه دو روزه 100,000 تومان، 3 روزه 500,000 تومان، آره هر چه من به قول معروف. مشکل من نیست اینا، هم به تنان گرامی، مشکل من مشکل خرد هست و دانش که چه کسانی به چه دلائلی سعی می کنند که دشمن رو در واقع حفظ کنند در سرزمین ایران. براستی چه باعث این شد که اسکندر بیاد ایران؟ هم به تنان گرامی، یاد سخن جناب آزاد راد می افتاد که تأثیر خشایارشاه بود که یه مش. من نمیخوام این رو بگم، من واژه‌ای که ایشون به کار بردن راستو نمیخوام بگم، برای اینکه نه که واژه بی ادبانه ای گفته باشن، هرگز از دهان این در واقع دانشمند واژه بی ادبانه در نمیاد، ولی رفت داره به یک گروه مذهبی و من نمیخوام که نام اینها رو بیارم و در این رابطه بیارم که یک مش این گونه مذهب رو دور خودش جمع کرد که یهو نام به قول معروف خشایار و اردشی رو دیگر تبدیل میشه به کدومونوس و مارسس و فلان این حرفا. حالا این ها کسانی هستن که به خود معروف مشخصن، بقیه پادشاهان در واقع شاهزادگان هخامنشی رو اگر بخوایم نامشون رو بیاریم خواهیم دید که آشه شل غلطکاری براستی برای ملت ایران پختن. همین کسانی که از خارج اومدن و وارد دربار
هخامنشی شده. و من گفتم که در رادیویی، راستی راه نام این رادیو را هم هرگز حاضر نیستم به خاطر اون صاحبش بیارم، که سخنرانی داشتم در باره ریشه های حسادت در ایران، برگشتم به اینجا و گفتم که این حسادت ریشه ملی نداره. هیچ جا حسادت ریشه ملی نداره. هموطنان گرامی، در کشورهای اروپایی که در و بروی خودشون بستن میتونید ببینید حسادت بسیار کم هست. هر جا که درها بازه و ملل مختلف درش زندگی میکنن حسادت هم هست، برای اینکه خب میبینن کسانی که صاحب اصلی سرزمین هستن خب باید هم اینطوری باشه، باید که فرهنگش رو نگهداری کنه. ما فرهنگمون رو نگهداری نکردیم همتنان گرامی. اگر کسی کشوری درش رو باز کنه هیچ اشکالی من بهش نمیبینم، تا اونجا که فرهنگ مادر، فرهنگ پیشرفته باقی بمونه و سخن اصلی رو داشته باشه و راه به قول معروف آزادی رو، راه دموکراسی رو، راه اندیشه رو نبنده. شما نگاه کنید در کشورهایی که به قول معروف، به قول آلمانیا ملتی کلتورر گزلشافت هستن، اینا اگر بنا بشه که کالچرهای خودشون رو بیارن و بذارن به قول معروف سر کار، چه پوستی از دموکراسی کنده میشه. نگاه کنید مثلا به مسلمان ها در آلمان، اولین بار بود که فرانسوی ها شروع کردن اینا رو به قول معروف افسارشون کنن، و بعد آلمانی ها که من یادم هست یک شب سخن گفتم در ارتباط این مسئله. تمامی دارایی ما رو به لحاظ دانش و کتاب اینا بردن به یونان، بردن به اون اکادمی، در واقع ما چیزی هم نفهمید. ما چند هزار سال پیش از بیگ بنگ سخن گفتیم و از تکامل، از پیدایش کهکشان، از پیدایش ستارگان، از پیدایش آبها، از پیدایش کوهها، از پیدایش جانوران گیاهان، بعد جانوران، از پیدایش انسان، از تکامل خرد، ما همه اینا رو 1100 سال پیش به سروده داریم. فردوسی که آرشیولوژ به قول آلمانیا نبود که بره بکنه نمیدونم تخت جمشید رو دنبال، مثلا به قول یاد سخن آقای سوربی افتادن توی تخت جمشید، گفتن که سیم تلفن ندیدن، ولی تو تخت جمشید جناب سوربی خیلی چیز هست، باور کنید. اونقدر افتخار هست، اونقدر دانش هست، اونقدر سربلندی برای این ملت به قول معروف راست و نیکو هست که جهان سعی میکنه بپوشوندش. جناب سوربی گرامی، شهری در بم در این زلزله از زیر به قول معروف تعبیر در اومد، ولی دن ای بابا ما 7000 سال پیش لوله کشی و شهرسازی و گفتن آقا ما تاریخ جهان رو دوباره باید بنویسیم، صداش در نمیاد، تموم شد، تموم شد. برای اینکه ما حرفا رو قبلا زدیم، ما بزرگ جهانی هموطنان گرامی. براستی من تکنیکرم، با تکنیک و مکانیک سر کار داشتم، یعنی کوالیفیکیشن من اگر بخواهید بپرسید، ولی هیچ کس به من نه بنایی یاد داده نه معماری. من خونه خودم رو به گونه ای تغییر دادم که کانترکترها و آرشیتکتای امریکایی که بیان میگن این اون کی کرده این کار رو، میگم من، میگن جای دیدیم، میگن نه خودم کردم، میگن چطوری، میگن من ژنتیک آرشیتکتم،
من میراثدار اون معمار تخت جمشیدم، من پسر کوروشم، پسر داریوش، من پسر خشایارشا هستم، من میراثدار این تاریخم.